کنوانسیون حقوق کودکان در 20 نوامبر 1989 مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از 2 سپتامبر 1990 لازم الاجرا شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1372 به این پیمان نامه پیوست، البته با این شرط که هرگاه مفاد پیمان نامه در هر مورد و در هر زمان با قوانین داخلی ایران و موازین اسلامی تعارض پیدا کند، دولت ایران ملزم به رعایت آن نباشد. کنوانسیون کودک شامل 54 ماده و 2 پروتکل اختیاری بوده که 4 اصول پایه‌ای آن را جهت می‌دهد. ابتدا هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد. زمانی که در رابطه با کودکان تصمیم گیری می‌شود، باید منافع عالی آنان در رأس قرار گیرد. کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند. و دیگر اینکه کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند. و این نظرات در تمامی اموری که با آنها مربوط می شود باید مورد توجه قرار گیرد. بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال 1396 بیش از 336 هزار کودک پسر و 74 هزار کودک دختر بین سنین 10 تا 17 سال مشغول کار هستند که در تضاد با کنوانسیون شماره 138 سازمان بین‌المللی کار درباره حداقل سن کار و نیز ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک در آن به کار کودک و سن و شرایط کار کودکان توجه شده است می باشد. تعداد کودکان بی سواد 251,000 و تعداد کودکانی که ترک تحصیل کردند 1680 کودک می باشد. در ماده 1041 قانون مدنی فعلی جمهوری اسلامی ایران، ازدواج دختران قبل از 13 سالگی با اذن ولی و رعایت مصلحت آن هم از سوی دادگاه مجاز دانسته شده است. ازدواج کودک به عنوان بردهداری مستقیما با کنوانسیون حقوق کودک تناقض دارد. ازدواج کودکان بر حقوق مسلم، حق انتخاب کودکان، حق آموزش و حق بهداشت آنها تأثیر می‌گذارد. ازدواج دختران در سنین پایین میتواند مشکلاتی مثل مرگ در هنگام زایمان، خشونت فیزیکی و جنسی، انزوا و افسردگی، سرطان دهانه رحم و خطر ابتلا به بیماری‌های مقاربتی و مرگ نوزادان را افزایش دهد. در سال تحصیلی 1398 بانچه وزیر آموزش و پرورش ایران اعلام کرده است کودکان بهایی که بهاییت خود را در مدرسه اعلام کنند از تحصیل و مدرسه اخراج می شوند که این در تضاد آشکار با کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش و ماده 13 و 14 کنوانسیون حقوق کودک برای محدودیت های آزادی عقیده و آزادی فکر و مذهب است. بر اساس گزارش‌های موجود دست کم 85 جوان در سن زیر 18 سالگی در صف اعدام قرار دارند که این امر مخالف آنچه در ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک که در آن شکنجه و مجازات اعدام و حبس ابد برای کودکان زیر 18 سال ممنوع اعلام شده است می باشد. آنجا که در حدود 43 ماده از کنوانسیون حقوق کودک به صورت مستقیم و غیر مستقیم به وظایف و مسئولیت‌های دولت‌ها در قبال کودکان پرداخته است، خود نشانگر اهمیت دولت در اجرای این کنوانسیون می‌باشد. علت این کار همین است که حل بسیار از مشکلات کودکان از عهده خانواده‌ها یا مؤسسات دیگر بر نمی‌آید و توجه به حقوق کودک باید در برنامه‌های رفاهی و اجتماعی هر کشور مورد توجه قرار گیرد.